حنیف اطمر خواهانی از سرگیری مذاکرات بین الافغانی و تشکیل حکومت فراگیر شد. سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید. تاریخ 3 دسامبر و برابر با 12 قوس 1400 هجری شمسی است. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت پیشین خواهانی از سرگیری مذاکرات بین الافغانی و ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شد. و گفته است که کمیته تشخیص اعتبارنامه سازمان ملل متحد با تصمیم اخیر خود نه تنها ادامه کار جمهوری اسلامی افغانستان را تایید کرده، بلکه پیام بسیار واضح و روشن را به گروه تا نیز فرستاده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد در آخرین تصمیم خود اعتبارنامه جمهوری اسلامی افغانستان را تایید کرد و کرسی افغانستان در ملل متحد را به گروه تا واگذار نکرد. آقای اطمر دیروز پنجشنبه 11 قوس در رشته توییت نوشته است که کسب مشروعیت داخلی و بین المللی پیش شرط حضور در جامعه دولت‌های مشروع از پیام‌های واضح نشست کمیته تشخیص اعتبار سازمان ملل متحد و گروه تا بود. آقای اطمر وزیر خارجه حکومت پیشین تاکید کرده است که حالا زمان آن فرا رسیده است تا مذاکرات بین الافغانی برای توافق همه جانبه سیاسی بر اساس تعهدات الزام آور توافقنامه صلح دوحه از سر گرفته شود. به گفته او باید روی صلح پایدار و نظام همشمول ملی متکی بر حقوق بشر، حقوق زنان، اراده آزاد ملی و تعهدات بین المللی افغانستان توافق همه جانبه صورت بگیرد. وزیر خارجه حکومت پیشین استدلال کرده است که چون این توافق بین الافغانی مشروعیت نظام را فراهم و راه را برای حل دائمی بحران‌های سیاسی، امنیتی، بشری و اقتصادی کشور هموار می‌کند. او در ادامه خطاب به گروه تا نوشته است که زمان انتخاب درست رسیده که نباید در آن اشتباه صورت گیرد. قابل ذکر است کمیته تشخیص اعتبار سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هفته جاری در مورد سرنوشت کرسی‌های افغانستان و میانمار تشکیل جلسه داده بود، اما بدون دستیابی به اجماع در این مورد تایید اعتبارنامه های سفیران گروه تا و میانمار را به تعویق انداختند. اعضای این کمیته تاریخ جدید را برای تصمیم گیری نهایی در این مورد تعیین نکردند. این کمیته 9 عضو دارد. روسیه، چین و آمریکا از اعضای این کمیته که درباره اعتبار و صلاحیت نمایندگان 193 عضو سازمان ملل متحد تصمیم میگیرد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری پیشین نیز از تصمیم کمیته تشخیص اعتبارنامه سازمان ملل متحد استقبال کرده بود، اما برعکس گروه تا آن را غیر منصفانه خوانده و ابراز نگرانی و ناامیدی کرده بودند.